هادیه چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکلن با من هست. راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای چاوشی، چه جزئیات بیشتری از این لیست منتشر شده ابر بدهکاران بانکی شما دارین؟ والا خیلی فهرستای عجیب و غریبی منتشر شده. مهمترین نکته‌ای که من به نظرم میرسه اینه که بیشتر این لیستا مشخص نیست بر چه اساسی تنظیم شدن. یعنی خب میزان بدهی این آدما و شرکت‌هایی که اسمشون آورده شده توی قریب به اتفاق این لیستا وجود نداره. از جمله مثلا ما درباره بانک ملی نمی‌بینیم، با اینکه لیست خیلی طولانی هست، اسم آدم‌هایی که میزان بدهی آدم‌ها یا شرکت‌ها رو نمی‌بینیم. نکته بعدی این که بعضی از اسامی این لیست جدید هم نیست. دست کم همین پارسال تو مناظره‌های انتخاباتی تو لیستی که آقای همتی داد با آقای رئیسی، بعداً هم منتشر شد، اسم آقای رستمی صفا که الان جزء بدهکارای بانک ملی اومده اون تو اون لیست بود. توی بدهکارای بانک‌های دیگه هم همینطوره. توی بانک صادرات یکی دو تا اسم دیگه بود، یکیشون آقای اقدامیان بود و یکم آقای فلاحتیان. بنابراین این لیستا از این نظر میشه گفت که قابل توجهن. تو لیست بانک صادرات یه نکته جالب دیگه که شاید هست اینه که اسم شرکت‌های مثل مترو تهران رو هم به عنوان بدهکارهایی که بدهی معوق یا مشکوک الوصول دارن آوردن. خب این جالب توجهه. باز یه نکته دیگه ای که من به نظرم میاد تو این لیست جالبه اینه که بعضی از این بدهکارا اسمشون تو خود لیست اومده که مرحوم فلانی هستن. یعنی مثلا یه آدمیه که قبلا فوت شده و حالا لیستش توی این اسمش توی این لیست هست. درباره بانک تجارت هم یکی از بدهکارهای بزرگش گروه امیر منصور آریاس که سال 93 اون آقای مهافرید امیر خسروی رئیسش اعدام شد، که خب این نشون میده این لیستا خیلی از مواردش مال سالها قبله. ما سالهاست که همونطوری که شما اشاره کردید این معضل اسامی، انتشار اسامی بدهکاران بانکی رو داریم تو اقتصادمون. از دوره آقای احمدی نژاد این بازی شروع شده و هنوزم ادامه داره. ظاهرا میخوان این برد سیاسی رو باهاش بکنن. منظم ترین فهرست رو شاید بین این بانک و بانک کشاورزی داشت. 20 تا بدهکارش رو لیست کرده، مبلغ بدهیشون رو هم آورده بین 100 میلیارد تا 500 میلیارد تومانه. در این حال هم شاید دم دستی ترین لیست رو بانک رفاه منتشر کرده، فقط 4 تا گروه رو اسم برده بود که یکیشم البته شرکت رامک خودرو بود که خیلی هم معروفه. حالا آقای چاوشی، سخنگوی دولت انتشار این اسامی رو تحقق یکی از وعده های رئیسی دونسته برای شفافیت سازی. فکر میکنید انتشار این فهرست چقدر کمک میکنه به معنای شفاف شدن بدهکاران بانکی هستش؟ خب نه، واقعا صرف اینکه یه سری اسم رو ردیف کنیم به عنوان بدهکارهای بزرگ بانکی بدون اینکه حتی میزان بدهیشون مشخص باشه یا بدونیم که خب این بدهی‌ها چه درصدی از مثلا کل مطالبات معوق شبکه بانکی رو تشکیل میدن، اینا واقعا هیچ فایده‌ای نداره. آخرین آماری که من از مطالبات معوق بانک‌ها دیدم رقمش بیشتر از 235 هزار میلیارد تومانه. خب این الان معلوم نیست اینا چه سهمی دارن از اون مجموعه. ضمن اینکه در مورد چند تا از بانک‌ها از جمله بانک ملی تو این لیست اومده که اینا بخشی از بدهکاران کلانی هستن که بدهیشون مشکوک الوصوله. خب اولین سوالی که پیش میاد اینه که چرا بخشیش فقط منتشر شده. اینکه آقای بهادری جهرمی اومده گفته این وعده شفافیت ما بوده که عملی شده، به قول یکی از این رسانه‌های داخلی که نوشته بود یه جور رزومه سازی برای دولت فقط، وگرنه که خب خیلی از این اسمایی که الان داریم می‌بینیم سال 93 و 94 تو اون گزارش تحقیق و تفحص مجلس که درز کرده بود به رسانه‌های بیرون از کشور به خصوص اونجا قبلا اومده بود. جالبه، من دیدم اسم اولی که تو اون فهرست بانک ملی الان منتشر شده دقیقاً 10 سال پیشم به عنوان سرلشکر بدهکاران بانکی معرفی شده بود. خب حالا بعد از 10 سال دوباره بیای همون اسما رو با چند تا اسم دیگه اضافه کنی، واقعا چه فایده‌ای میتونه داشته باشه؟ حالا اصولا اصلا انتشار این فهرستا چه کمکی به حل معضل مطالبات معوق بانک‌ها خواهد کرد؟ نمیخوام بگم هیچ کمکی، ولی واقعا نزدیک به هیچ، یعنی کمکی نمیکنه. ببینید ما الان چند تا مشکل داریم تو حوزه مطالبات معوق بانک‌ها. مهمترینش اینه که نرخ سود بانکی، نرخ سود حقیقی منفیه. چرا؟ چون شما تورم بالای 40% داری، نرخ سود رو زیر 20% حفظ کردی. خب با این وضعیت معلومه که هر کی وام بگیره میصرفه براش که ببره توی ملک یا توی بازار ماشین، وامش هم پس نده، لیال اول سر موقعش پس نده، بعدن که گرون شد اون چیزا اونو بفروشه یه چیزی رو بذاره جیبش و خشون بده به بانک. این یکی. نکته دیگه این که ما این وام با نرخ سود پایین رو کاملا دستوری توضیح میکنیم تو اقتصاد ما. یعنی دولت، حالا دولت به معنای عام کلمه، شامل مجلس و دولت و بقیه نهادها، اینا میان تعیین میکنن که به چه کسی وام داده بشه. یعنی اون کسی که وام میگیره از اول داره با رانت و
اینجور چیزا وارد این بازی میشه. تا وقتی شما این وام های دستوری رو داشته باشی، اعتبار سنجی واقعی هم که اتفاق نیفته، طبیعیه که احتمال نکول خیلی میره بالا. یه نکته دیگه هم که خود آقای رئیسی خیلی روش تاکید میکنه اینه که هیچ بانکی نباید بره مثلا به خاطر بدهی یه کارخونه ای رو تعطیل کنه یا توقیف کنه. چرا؟ چون مثلا میخوایم از تولید حمایت کنیم. خب نتیجه اینجور حمایت از تولید این میشه که طرف اصلا انگیزه ای نداره که وامش رو پس بده، میشه همین وام های معوق و مشکوک الوصول و الی آخر. بنابراین میخوام بگم تا وقتی که شما سیاست های اقتصادیتون یه جوری که روز به روز به این لیست بدهکاران بانکی دارای بدهی معوق اضافه میکنی، با منتشر کردن لیست تغییرتون شرایط به طور کلی ایجاد نمیشه. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکلن، ممنون که من همراهی کردین در این بخش.